من به مهدی مرخصی میدن و میاد که جمعه برگرده و این جمعه که میخواست برگرده بهش گفتن که نیا، که البته وقتی بهش مرخصی میدن مهدی خودش نگران میشه، مثلا میگه چی شده که یه دوتا رو به مرخصی دادی؟ حتی خودش میگه مثلا من فکر کنم خدا نکرده شاید از مادرم اتفاقی افتاده که اینا یهو میگن پاشو برو پاشو برو. حالا شاید سوال بشه که چرا مهدی اومده زودتر بیرون، چون مهدی ما توی بند هفته و بند هفت در حقیقت مال همین سرقتی ها و در حقیقت اینجور نوع انسان هاست و به نظرم میاد که جریان زندان مطلع بودن از این که قرار اتفاقی بیفته و در وقتی هم که جمعه میخواست برگرده بهش گفتن نمیخواد بیاد نیا. باز هم که باستش عجیب بوده که چرا اینطور بوده. بعد هم مطلع شده که بعدم امروز دیگه من اینو به شما بگم، ایران یه ای آخوندا نوکرن روی ایران، روس و انگلیس از 200 سال پیش با هم متحدن. از 200 سال پیش که جنگ های ایران بوده با روسیه، روسیه با انگلیس روی ایران متفقن و متحد. اینها از 200 سال پیش شروع شد تا 100 سال پیش تمام شمال ایران رو که میشه اون پایینه روسیه رو مال ما بود، از ما گرفتیم. توی نقشه نگاه کن تمام اینا رو توی 200 سال اخیر، 100 سال اخیر، 100 خوردی سال اخیر اغما گرفته روسیه. دشمن اول ما روسیه است. مگه یادتون رفته 100 خوردی سال پیش روسیه در ایران با انگلیس تقسیم کردن ایران رو، بعد مردم تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، مشروط خواه مبارزه میکنن که استعمار روسیه رو از کشور بیرون کنن، تظاهرات میکنن، میرن توی این حرم امام رضا که در اصل مشهد اونجا آرامگاه یکی از زرتشت هاست، میرن اونجا بس میشینن. آقا روسیه میاد، سپاه روسیه، ارتش روسیه میاد مشهد، نمیدونی یادتون رفته مسجد گوهرشاد، گنبد بارگاه، حرم امام رضا، همه رو به توپ میبنده، صدها آدم ایرانی رو میکشه برای منافع خودش تو مملکت خودمون، تو شهر خودمون توپ میزنه، خمپاره میزنه، میکشه آدم رو. همون کار با ایوین کردن، همون کار با ایوین کردن. اینا زندانی ها رو جمع شده بودن گفتن بزنیم همه رو از دنیا رو بکشیم. روسیه است. یعنی اگر قدرت خارجی پشت سر این آخوندهای شپشی و ابله نادان نباشه که اینا نمیتونن این کار بکنن. روس و انگلیس متحدن و الان روسیه است که همونطور که تو اوکراین میکشه تو ایران هم میکشه. حالا هشت شعبی و فاطمیین و زینبیون و این نیروهای شیعه خارج، همه اینا هم زیر نظر سپاه هستن، سپاهی که نوکر روسیه است. شما این صف رو ببین، وایستادن دست بدن با سفیر روسیه در تهران، مثل یکس آبروریزتر در تاریخ بشر وجود نداره. شما در تاریخ بشر اگه یک عکسی جوری آوردی که سردارای سپاه بزرگ سالشگر رو قپه بوپه صف بکشن که با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، سفیر روسیه دست بدن بنان روی چلوکه بخورن، نوکرن اینا. برای همینه که هیچ انسان چیزداری پیدا نمیشه تو اینا پاشه. حالا شون این ساعت ها شده میکنن داری جاسوسی، تلفنشون جاسوسی، اما باید بندازید دو پاشید کاری بکنیم. این تفلی سیاره رو چیکارش کردیم؟ تیمسار سیاره رو ببینید دیگه، ما که نیستیم میگیم، تیمسار سیاریه میگه. گرفتنش بنده خدا شدیم تو زندان ایوین بوده، فرار کرده از بایی زندانیان ایوین. این فرمانده ارتش حرفاش هم برید گوش کنید، رو صفحات ما هست، سانسور کردن نذاشتن، چند سال پیش پخش بشه، ما چند سال پیش پخشش کردیم، بعدم گرفتنش بنده خدا نمی‌دونم الان کجاست. اینجور آدم‌ها اگر پاشدن شما پشت سرشون بیاین، ارتش باید بیاد الان نجات بده مردم ایران. ببینید ایشون خودش میگه، میگه آقا یه سیدی رو
آمدن یک چیز انداز انداختن آرپیجی هفت میشونهش، این مثل رامبو رفته یک لشکر رو شکست داده. میگه حاتمی که مردی که مثلا میبینی یه سید یه حاجی با یه تیربار جرسه یه لستی یه لشکر رو زرف 26 از این میبره. خواه اگه اینجوریه 12 شهرانو 12 لشکر رو اقلبه میرفتی. خیلی از فیلم چه تعریف میکنن نه؟ اما من با آقای کی بود کارگردانش؟ حاتمی کیا تو دفتر خودم موقعی رو در یوتیوب جلسه گذاشتم و گفتم آقای حاتمی کیا اون شهید فلاحی که تو همه میگم که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیری، میگن شهید فلاحی خم نمیشد، راست راه میرم. میگفتن آقا خم شو، میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم، دشمن باید خم بشه. این یعنی چی؟ فکر میکنی من ازش کار نمیکرد؟ نه، یک آموزش بود، یک حرکت بود. اما شما وردی تو فیلم یادم که بابا این کجا شهید فلاحی بود؟ من که از اول تا آخرش گریه کردم، گفتم این شهید فلاحی ما رو اینجوری نشون میده. همین سریال کیمیا همینطور بود. کیمیا که حالا برات بگم، بس کیمیا برات بگم شما حالا شما اینا ثبت زدن، من کیمیا یک ساعت نیم تو تلویزیون صحبت کردم ضبط کردم و پخش نکردم. یعنی غیرتی که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه، ای توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 ساله ما به خط مقدم بعد عراقی ها بخوام بگیرنش. آقا ما ثابت کردیم دختر ما زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم که جنازه از عراقی نیافته. وقت ما انقدر بی‌غیرتیم که کیمیا به خط مقدم می‌جنگه؟ کسی منکر این نیست که خانمای ما، خواهران ما، زنان ما، دختران ما تو جنگ نقش بسیار اساسی داشتن، اما جای خودشون. خط مقدم چی گفته دختر بره به جنگه؟ اونم در مقابل اونی که من دیدم که چه جنایت هایی کردن. چجوری ممکنه هم چیزی؟ چرا این کار میکنن؟ شما غیرت داری که مثلا خود خواهر خود نه، یه دختری از اون شهر دور ایران تو خط مقدم. من احساس کردم تو دفترم، گفتم این دروغا چه میسازی؟ در مورد فلاحیان و دروغا چه ساختی؟ این فیلم هاتون چی آشغال؟ همه فیلم هاشون آشغال. تمام رشادت ها در جنگ ایران عراق رو ارتش شاهنشاهی کرد، اینا برشتن به صف خود. ببینید چی میگه در مورد سیده؟ حالا شما دخترای ما رو میزنید میکشید هر مزاده به خاطر چهار لاخ مو بعد لختشون میکنید، بعد بهشون تجاوز میکنید هر مزاده های بیشرف. بعد این زاکانی هر مزاده ولد یعنی با مادر این همین زاکانی همین سیده، این سیده هر مزاده میاد میگه به این دختره ما واکنیم بهشون از دم تجاوز کنیم، این دلشون میخواد تجاوز بهشون بشه. اون توی خوار مادرت این زاکانی ها چرا میزنن اصلا نفس اعلم الهدا چرا میزنن اصلا استنشاق کنن هوای ایران رو، مزخرفاتی که میگن همیه بعد هم علنن میگن رسایی چنبه بیشور هر کار کرده هیچ جراش نده اصلا اونجا بیرونش کردن، هی چیز زیاده میخوره اوها خونده که یه جراش بده بعد بختار به اخراج جزده از همه جا اخراج هستی. حالا تو ارتشیست که بایستی بیای کاری بکنی، شما والدین هست بچه ها، برین به ننه باباتون بگین، به ننه بزرگ بابا بزرگتون بگین، بگین ننه جان بابا جان، خصوصا شما که 124 هزار نفر هستید که سال 60 بچه های شما رو اعدام کردن، شماها شماها نشستی پای سجده نماز تو میخونی برای که بری تو بهش یه بچه خودتم لو میدی به کشتن میدی، اونا چرت پرت نه بهشتی ندارن نه جهنمی نه الله، الله خود محمده، الله خود محمد بدبخت، هیچ بهشتی هم نیست تو برو تو بهشت، هم اینی که بری جلو جلو دختراتون پسراتون برین تو تظاهرات وقتی میخوان تیر بزنن به شما که عمرتونو کردین بزنن، مثل که محمد سید محمد عمرانی اول فیلم گفت اول برنامه گفت عمرتون شما کردین توی دنیای تکنولوژی جدید شما به درد نمیخورید دیگه، زندگی نمیتونید بکنید، تازه زندگی هم بتونید بکنید وقتی جوونا 44 سال دارن جوونای رعنا کشته میشن، شما به جایی که
ننه جان فیلم بشه پدر سوخت و بریتون جلو، پدر سوخت همین زن هست، نگاش کنید، شوخی نمی کنم، این زن قصه مال 40 سال پیش تو خود ایران، این زنه خر مقدس اینجور نشسته، ببینید بچهش رفته لو داده که مال فلان گروه بوده، بچهش لو داده، حالا بچهش میخوان اعدام کنن، آوردن گذاشتن، فیلم برداری میکنن، میگه مادرت رضایت داد تو آزادی. بعد این مادر حرامزاده تازی صفت بیگانه از میهن و ایران و انسانیت، بیگانه از انسانیت، این بچهش داره زاری میکنه مادر جان، گریه میکنه، ببین چه راحت بچهش میده برن بکشن. مثل این ننه ها، مثل این بابا زیاد بودن، پدر مادر تو متهمی، همونه که الان بچه هاتونو میزنن میکشن. ولی من میشناسم شما رو، که شما روزه ابوالفضل میذارید، صفه ابوالفضل میذارید، دور قرآن، شما هاتون مذهبی هستین، آخه بچه هاتون کشته میشن اینجور، مثل همه این دختره که کشته شدن، برای آرامش کشور و ملت حتی از فرزند خودشون میگذرن. بچه من هستم وقتی که محاله به خدا ورست باشیم نمیخوام.